دوستان عزیز، امروز در برنامه روی خط زندگی صحبت متفاوتی داریم. امروز میخواییم سراغ دنیای هنر بریم و برای شما از هنر و هنرمند بگیم. دوستان عزیز، نقاشی یکی از او هنرهای زیبایی است که در زندگی بشر جای داره. در واقع باید گفت که نقاشی به تصویر کشیدن او چیزی هست که در ذهنیت ما و در خیال ما و در باور ما جای داره و میخواییم به نحوی او را از طریق تصویر، از طریق هنر به تصویر بکشیم و به مخاطب نشان بدیم که در نقاشی چه زیبایی هایی میتونن نهفته باشه. اگر بخواییم بپرسیم از شما که نقاشی دقیقا چی هست و چه هنری هست، این جواب خیلی میتونه جوابش سخت باشه تا ای که ما بریم سراغ نقاش و نقاشی و در پیوند با کار نقاشی برای شما از آن صحبت کنیم. خوشبختانه در طول سالیان اخیر در افغانستان هم نقاشی و هنر رسامی جایگاه بسیار ویژه‌ای پیدا کرده، به خصوص برای جوانان عزیز. علاوه بر این که میتونه یک سرگرمی بسیار زیبایی باشه، هم یک هنر هست و از این طریق قطعا میتونه هنر نقاشی جایی در زندگیشان داشته باشه. همه ما میدانیم که در سایر ممالک، در کشورهای دیگر، هنر نقاشی و رسامی و یکی از تجارت‌های پرسود هم مبدل شده و خیلی از افراد علاقه به این دارن که نقاشی‌ها را بخرن و به عنوان تزیین در منزل و یا حتی محیط کار خود از او استفاده کنن. در خدمت یکی از عزیزانی هستیم که همراه هست با هنر نقاشی و رسامی و امروز در رابطه با این هنر زیبا برای شما از آن صحبت میکنه. آقای علی مددی نقاش هستن. سلام بر شما آقای مددی، بسیار خوش اومدین به برنامه روی خط زندگی. به نام حضرت دوست که هرچی داریم و نداریم از اوست. سلام عرض ادب دارم خدمت شما آقای حسینی عزیز و همچنان تمام بینندگان شما. علی مددی هستم، نقاش. بله، بسیار زیاد خوش اومدین، تشکر، زنده و سلامت باشین. و واقعا امروز فضای استدیو ما هم با تصاویر زیبایی که شما به همراه خودتان آوردن و همچنین حضور سبز شما زیباتر هم شده. صحبت در رابطه با نقاشی و هنر زیبایی است که شما دارین. میخوایم برگردیم به گذشته شما و برای بینندگان عزیز روشن شد که دقیقا شما از چه وقت این کار رو شروع کردین. در نخست که جا داره سپاسگزاری کنیم از دستندرکاران تلویزیون تمدن بابت دعوت و بعد از اون میایم روی سوال. من خودم از کودکی علاقه‌مند به نقاشی و رسامی بودم و بیشتر اوقات پیش خود کار میکردم، ولی نشد که ما بیایم تخصصی کار کنیم پیش کدام استاد. یعنی زمینه فراهم نبود. و در کل مشکلات زندگی بود، روزگار بود، نشد. تا صنف 12 اصلا نتونستم که من امو استعدادی که داشتم در رشد بتم و روی استعدادم کار کنم، یعنی شرایط فراهم نبود در کل. بعد از او وقتی که صنف 12 شدیم تا صنف 12 در کل درگیر کارهای شاقه و مشکلات روزگار بودیم. بعد از او زمانی که ما امتحان کنکور دادیم و آمدیم هنر را انتخاب کردیم و خوشبختانه که موفق هم شدیم، بعد از او شروع شد دنیای هنر که من آمدم به طور تخصصی کار کردم. البته قبل از او هم در دوران مکتبم ای عشق به هنر نقاشی را کنار نگذاشتیم، در خانه ای کار انجام میدادیم. دقیقا ولی تخصصی شروع کردم، تخصصی تر و اصل دوران ما شروع شد، درست؟ و بعد از او آمدیم وارد پانتون شدیم. تقریبا 3 سال میشه که کار میکنم و اینمی 3 سال پانتون است و فعلا صنف 4 است. خیلی عالی. آره. بسیار خب، چه چیزی باعث شد که شما هنر نقاشی رو به عنوان جزء بسیار مهمی از زندگی آینده خود انتخاب کنید؟ به عنوان یک دانشجوی رشته هنرهای زیبا، خب خیلی ها شاید سایر رشته های تحصیلی را اولویت بدن بر رشته هنرهای زیبا، چه چیزی شما رو وادار کرد که به دنبال این خواسته خود باشه؟ نقاشی یک چیزی هست، درست، که آدم در زمان نقاشی یا نقاش اصلا میاد یک سفر در درون خود میکنه، یعنی کاملا رابطه مستقیم داره با روح و همچنان رابطه مستقیم با احساسات داره، درست است؟
یعنی انسان در زمان نقاشی در اوج احساسات قرار میگیره، یعنی میایی درون خود، در درون خود سفر میکنی و درون خود را میسازی و آنچه که در درون ما هست او را از درون خود ما میاییم در روی تابلو بروز میدیم. بله. و هر آن چیزی که فرضاً ما فعلا داریم که در بخش هنر درمانی داریم، فرضاً کسایی که اختلالات روانی دارن، درست است؟ اینا میاین از طریق هنر، نقاشی، رسامی، اینا تمام دغدغه هایی که در ذهنشان هستن و اونا را از ذهنشان به روی تابلو انتقال میدن. دقیق. و بیشتر جنبه این دارد که درون انسان را میسازن، درست؟ با او خاطر بیشتر انگیزی بسیار شده. خب موفق باشن، تشکر، سپاسگزارم. و چه سبکی را رعایت میکنید در کارهای هنری خودتان؟ در سبک ما در نقاشی سبکهای مختلف داریم. بله. سبکهای مختلف داریم، ولی سبکی را که خودم کار میکنم عبارت سبک ریالیزم میباشد. ریالیزم یا واقع گرایی. واقع گرایاها چه کار میکنند؟ واقع گرایاها آن چیزی را که میبینند به تصویر میکشند، درست؟ ولی اگر از انواع هنر بگیم یا از انواع نقاشی بگیم، ما انواع نقاشی را کار میکنیم. مثلا نقاشی با آب رنگ، نقاشی با رنگ روغن، نقاشی پنسیلی، نقاشی گرافیکی، نقاشی مینیاتوری، تصحیب اسلامی و انواعش کار. بله، سپاسگزارم. این نقاشی رو که به همراه خودتان آوردین و واقعا زحمت هم کشیدین خیلی زیباست و توجه من رو جلب کرد. اجازه میخوام از شما که در رابطه با تابلوی این طفلکی که ظاهرا در دستش چیزی هم هست تشریح داشته باشین که دقیقا چه منظوری میخواین در این تابلو بیان کنن. این تابلو، زمانی که تابلو رو میکشیدم واقعیت من یک حس و هوای وطن برم رخ داده بود. ما زمانی که را میکشیدم وقتی طرف عکس امی دختر میدیدم به فکر اطفال خود وطن ما میفتادیم. بله. چون در افغانستان از این چیزا زیاد است. واقعیت خواستم که امی را به تصویر بکشم و برای جهانیان نشان بدم. بله، سپاسگزارم. خیلی عالی. بسیار خب، بریم دوباره سراغ کار شما آقای مددی. وقتی شما نقاشی میکنین صرف این نقاشی شما برای علاقه خاصی هست که شما دارین یا آیا تا به حال تبدیل به یک منبع درآمدی هم برای شما شده؟ خب این نقاشی در کل نه سرگرمی هست نه منبع درآمد، درست؟ نقاشی عشق هست، یک عشق هست، عشقی که در تن و روح من ریشه داره. زمانی که عشق باشه در وجود یک انسان، این عشق باعث میشه که دست به هر کار بزنه. بله. و زمانی که عشق نباشه نمیشه کار ادامه داد. ولی عشق در وجود ما است، عشق هنر، عشقش در وجود ما است. حالا اگر بخوایم برای سرگرمی هم میتونم استفاده کنم و برای منبع درآمد هم میتونم استفاده کنم، برای هر دوش میشه. بله، خیلی عالی. و عزیزانی که مایل هستن این هنر را یاد بگیرن، همانند شما خالق تصاویر زیبایی باشن بر روی کاغذ، چه کار باید بکنن؟ چگونه میشه که این هنر را در وجود خود بیشتر پرورش بدن؟ اونا اولا که برشان توصیه دارم نزد یک استاد تخصصی کار کنن. و زمانی که نزد یک استاد تخصصی کار کردن دیگه هیچ راهی نداره به غیر از یک چیز، او عبارت از تمرین است. تمرین، تمرین، تمرین. هرچقدر که ما بیشتر تمرین کنیم دست ما زبردست شده میره، یعنی ما قوی تر شده میریم و هیچ چیز بغیر از تمرین ما را رسانده نمیتونه. خیلی عالی. و دوباره بریم سراغ عوامل محیطی و اتفاقات زیبا و گاهی اوقات ناگواری که در جامعه ما رخ میده، این موضوعات چقدر میتونه شما را برانگیخته کنه تا یک اثر فوق‌العاده نقاشی یا رسامی را به یادگار بگذارید؟ 100% تأثیر داره. خدمت شما عرض شود که 100% تأثیر داره. عوامل محیطی و همچنان احساسات و عواطف یا روحیات تأثیر بسزایی داره. چنانچه که اگر ما بیایم یک تعریف مختصر از هنر کنیم یا که هنر چی هست،
اگرچه علوم انسانی یا علوم بشری تعریف دقیق و مشخصی ندارد، ولی هنر هم همچنان یکی از علوم های بشری هست. ولی میایم یک تعریف کوچک میکنیم که به خاطر که اینمی سوالتان هم جوابش بیاد. خب هنر چیست؟ هنر در کل نوعی زبان و بیان هست که بعضاً میآید احساسات و عواطف یک هنرمند را بیان میکنه و بعضاً اما وقایع یا حوادثی که در قید زمان یا تاریخ اتفاق افتیده را بیان میکنه و در بعضی اوقات اینمی وقایع یا حوادثی که میآید روی روح و روان یک هنرمند تأثیر میگذاره و باعث ایجاد یک اثر میشه که در قالب نقاشی، خطاطی، مجسمه، ویدیو و همچنان موسیقی بروز داده میشه یا به تصویر کشانده میشه. خب بنابر این حوادث یا وقایعی که در زمان یا در همون تاریخ اتفاق میفته یکی از منابع مهم الهام هنرمند است. بله، بیشترین الهام خود را هنرمند از اینمی حوادث میگیره. و اگر بیایم هنر را سعی کنیم، هنر را ببینیم، هنر در کل نشان دهنده یا به تصویر کشنده جامعه است و هر آن چیز فرق نمیکنه که تصویر خوب باشه یا بد باشه، تصویر خوشایند باشه یا ناگوار باشه، او را به تصویر میکشه و به جهانیان نشان میده. بله، خیلی عالی. زنده و سلامت باشه، موفق باشین. نقاشی روبرویی که مخاطبین از ما هم فکر میکنم دارن میبینن، ظرافت های خاص و رنگ آمیزی متفاوتی هم به کار گرفته شده و قطعا زمان در نظر گرفتین شما برای که بخواین این نقاشی رو بکشید. در رابطه با این نقاشی صحبت کنین که چه مدت زمانی در بر گرفت، هدف شما چی بوده و از چه ظرافت های ای اصول در این نقاشی استفاده کردم؟ این نقاشی را ما تقریبا در دو روز تکمیل کردم. بله، در دو روز تکمیل کردم و اسم از این هم انتظار هست. کسی هست که منتظر کسی هست و یک شاخه گل را گرفته که برش تحفه بده. بله. بله. و این نقاشی پیرمرد میشه برای ما بگوین که چه کسی هست و چه سبکی رعایت شده در این نقاشی؟ آقای حیدری وجودی از شاعرای بزرگ کشور ما و شما هست. دیگه سبکی که در این کار گرفته شده سبک ریالیزم است، ولی کمی سریع و کمی تیزتر و فقط از پنسل استفاده کرده. این برجستگی های روی خطوط چه چیزیه دقیقا؟ یک نوع هنر استفاده از پنسل است یا چیز دیگه ای؟ نه، فقط یک نوع استفاده از هنر پنسل است. کلام چیزی دیگه نیست. بسیار خب، سپاسگزاریم. به عنوان یک جوان فعالی که عضو از این جامعه هست و به دنبال شکوفایی هرچه بیشتر هنر نقاشی هست، چه چالش هایی را تا حال تجربه کرده؟ چالش های زیادی را تجربه کردیم و چالش هایی را هم تجربه میکنیم و قرار است تجربه کنیم. به عنوان یک هنرجو یا هنرمند جوان، چالش هایی را که ما با او روبرو هستیم، اولین چالش ما این هست، یا من یا ما، تمام هنرمند، کسایی که از هنرهای زیبا فارغ میشن، اولین چالش عبارت از بیکاری است یا بحران بیکاری. چون در افغانستان یا در دولت، در جامعه، ما کدام سکتور یا ارگانی نداریم که بیاید تخصصی بعد از اینکه اینمی هنرمند یا اینمی هنرجو از دوران تحصیل خود فارغ میشه، بله، بیاید ایر از زیر چتر خود بگیره و روی از اینا کار کنه و اینا را حمایت کنه. چون این ارگان یا چون این سکتور عامه نداریم و بیشتر اذهان هنرمندان و هنرجوها در دوران تحصیل هم از این بابت خراب شدن. بعد از او ناگاه بودن یا آشنا نبودن مردم جامعه من و شما با ارزش های هنر است. یعنی چی؟ یعنی مردم ما یا جامعه ما خیلی نگاه سطحی به هنر داره و هنر را از دیدگاه خیلی جدی نمیگیرن. درست؟ بله. و چون کار نشده روی ازی و همونطور مانده
و هنوز هم که هنوز هست، هنر او جایگاهی را که باید در جامعه داشته باشن نداره. بله. و چالش بعدی ما این است که عدم استخدام کادرهای تخصصی در مکاتب هست، در مکاتب و مراکز آموزش. شما ببینید، ما از صنف اول الی صنف نهم ما مضامین به نام هنر، رسامی، خطاطی داریم. بله. در صورتی که در مکاتب من خودم شاهد هستم که مضمون خط توسط استاد بیولوژی درس داده میشه، مضمون رسم توسط استاد جغرافیا درس داده میشه، یا مضمون هنر توسط کیمیا درس داده میشه. این یکی از نکات مهم است، یکی از نکاتی که آمده هنر را بیارزش کرده این است. بله. فرضاً ما در صنف اول که تهداب و اساس ببخشید آقای مدد، فرصت خیلی کم باقی مانده، اگه ممکنه خیلی مختصر بیان بفرمایید. در صنف اول فرضاً ما صنف اول تهداب اساس من و شماست. اگر اینمی تهداب اساس کجب باشه، تا آخر کجب میره، استعداد از اینا کشته میشه و باعث نمیشه که استعداد از یا رشد کنه، و همچنان یک قسمی که شد فکر میکنن هنر در کل اینمی رقم بی‌ارزش است و بی معنا. بله، سپاسگزارم. زنده و سلامت باشین آقای مددی عزیز. تشکر از حضور شما در برنامه امروزی ما و امیدوار هستم مشکلاتی رو که شما بیان فرمودید مرفوع شه و به زودترین فرصت. برای شما آرزوی موفقیت و تلاش‌های هرچه بیشتر در راستای شکوفایی این هنر زیبا داریم. موفق باشید. تشکر. سلام. دوستان عزیز، میان برنامه رو ببینیم و بعد از اون ان شاءالله بخش دوم برنامه را به اتفاق یک مهمان عزیز فراموش نکنید.